بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارز سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه آموزش زبان عربی. رسیدیم به 38 درس کتاب دوم العربیه تو بین یدی که این درس هم دومین درس هست در بخش هفتم این کتاب الوحده السابعه که در ارتباط با اللغه العربیه زبان عربی مطالبی رو داره. بخش اول این فصل کتاب گفتگوی بود بین دو طالب دانش آموز که دارن عربی رو یاد میگیرن و در اینجا ما در ارتباط با خود زبان عربی و تاریخ زبان عربی مطالبی رو خواهیم آموخت. مطالبی که در ابتدا آورده به طور برای آمادگی تهیئه میگه فکر فی الاجابه عن الاسئله التاليه، به ای لغت نزل القرآن الكريم، طبعا به لغت القرآن، ما اللغات التي تكتب بالحرف العربي، اللغه الفارسيه تكتب بالحرف العربي، اللغه الاردو تكتب بالحرف العربي، ولكن بعض اللغات الاخرى غيروا حروفهم، مثل لغه التركي، لغه التركي زبان تركي حروف خودشون رو عوض کردن متاسفانه، به همین صورت تاجیکستان هم حروف عربی رو عوض کردن تا اینکه از فرهنگ اسلامی بتونن فاصله بگیرن، ولی الحمدلله که دوباره باز پیوند خوردن و امید هست که در آینده این پیوند قوی تر هم بشه. یکی از تأثیراتی که زبان عربی بر زبانهای همسایه گذاشت همین حروفی بود که به ارمغان آورد و امروز ما در فارسی هم با همون حروف می نویسیم. قبل از ورود زبان عربی به کشورمون حروف الفبای ما الفبای غیر زبان عربی بود، هزاراوشی بود که این الفا به جای الفا ترک شد و به جای اون زبان عربی رو الفای اون رو گرفتیم. السؤال الثالث، اذكر بعض الالفاظ العربیه في لغتك، به طور طبیعی زبان عربی که اومد کلمات زیادی رو به ما قرض داد، چون زبان هر زبانی نیاز به کلمات جدید داره که در فرهنگ دیگر زبان ها وجود داره، همونطوری که ما از انگلیسی خیلی از الفاظ رو گرفتیم و گاهی موارد از زبان های دیگه هم که جوار هستن میگیریم. زبان عربی هم برامون الفاظ بسیار زیادی رو آورد و فرهنگ زبانی ما رو غنی کرد. الرابع، اذکر بعض الالفاظ العربیه فی لغات اخرى، به همین صورت بعض الفاظ عربی در زبان های دیگه رو هم بگو که این بحث مفصلی هست. الان میایم روی بحث تاریخ زبان عربی و تأثیر زبان عربی بر زبان های اطراف. اینجا هم عنوانش هست العربیه الفصیحه و اثرها، زبان عربی فصیح و اثرش، اثر این زبان بر دیگر زبان ها. با هم متن رو گوش کنیم بعد برخواهیم گشت و آمین و ثلاثون استمع الى النص العربیه الفصیحه و اثرها. نشأت اللغة العربية في جزيرة العرب قبل الإسلام، وكان العرب قبائل متفرقة، وكانت لبعض القبائل لهجات خاصة بها، وكانت الاختلافات قليلة بين تلك اللهجات، وكانت للعرب لغة مشتركة هي اللغة العربية الفصيحة، لغة الشعر والخطابة التي كان العرب يتحدثون بها. ثم جاء الإسلام وأنزل الله القرآن الكريم باللغة العربية الفصيحة. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أعطى القرآن الكريم بعض الألفاظ العربية القديمة معاني جديدة، وجاء بأساليب جديدة لم تعرفها العربية من قبل، وكان القرآن سببا في نشأة علوم اللغة العربية كالنحو والصرف والبلاغة، والعلوم الإسلامية كعلم التفسير والحديث والفقه وغيرها. أثرت اللغة العربية في لغات الشعوب الإسلامية كالفارسية والأردية والسواحلية، فأقرضتها كثيرا من الألفاظ
وكتب كثير من تلك اللغات بالحرف العربي، واقترضت لغات أخرى بعض الألفاظ العربية مثل الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. الوحدة السابعة، الدرس الثاني. بل این درس همونطوری که مشاهده کردید تعریفی از زبان عربی بود، تاریخ زبان عربی که لهجات مختلفی رو داشت. زبان عربی این لهجه ها وقتی قرآن نازل شد با زبان مشترکی که بین این لهجه ها شعر گفته می شد و سخنرانی می شد با اون زبان نازل شد، یعنی لهجه فصیح، زبان عربی مشترک یا زبان عربی فصیح. ولی در این حال برخی از لهجه ها رو هم در ضمن قرائات قرآنی قرآن کریم اونها رو تأیید کرد تا اینکه برای قبایل مختلف عرب در نطق زبان عربی یا در نطق قرآن کریم مشقتی پیش نیاد. این توسع نطقی یا لفظی قرآن کریم که در قالب قرائات قرآن کریم وجود داره و امروز هم که در مناطق کشورهای خاورمیانه بیشتر قرائات حفص وجود داره، در خیلی از کشورها مثل کشورهای خلیج قرائات ورش هست و در کشورهای جزائر به همین صورت، تونس به همین صورت، این کشورهایی هست که با قرائات ورش بیشتر آشنایی دارن. اختلاف بین قرائات در نطق بعضی از حروف هست، در مدود هست، در به همین صورت صداهایی هست که در بر بعضی از تکواژه های عربی وارد میاد، مثلا ضمیر که در انتها در زبان یا قرائات حفص که ما باش آشنا هستیم، مثلا کم در آخرش، انتم، کم، این انتهای این حروف، این کلمات با سکون هست، ولی در لهجه های دیگر عربی که به حال بحث مفصلی هست به جای سکون زمه داره که کمو گفته میشه، انتمو. این اختلاف لهجهی رو باز قرآن کریم در ضمن قرائات قبولش کرد یا پذیرفتش و قرآن و الله متعال از طریق جبریل به رسول الله صلی الله علیه و سلم هم این اجازه رو داد یا این تعلیم رو داد تا اینکه مشقتی در نطق و در ادای قرآن کریم بین قبایل مختلف عرب پیش نیاد. بخش قرائات قرآن بخش بسیار وسیع و گسترده ای هست. انشاءالله که با قرائات قرآنی آشنا بشید و بیشتر رمز و اسرار وجود این قرائات متنوع رو هم دریابید که چقدر ارزش معنایی و ارزش به همین صورت واژگانی در این باب داره. بیاییم به در ارتباط با درس که نکته محوری که وجود داره در این بخش این هست که زبان عربی فصیح بر زبانهای وارد شده بر اون زبانها، یعنی زبانهای مجاور که فارسی باشه، اردو باشه، سواحلی باشه، تأثیر گذاشت و واژه‌های زیادی رو به اونها قرض داد یا اونها ازش قرض گرفتن. این بهش میگن اقتراض اللغوی، یعنی قرض زبانی، که ما در فارسی بیش از 60% کلمات عربی رو داریم، به همین صورت حروف عربی رو اخذ کردیم، نونهایی از تأثیر و تأثیر بین زبان‌ها هست. اگرچه ما در این تأثیر و تأثیر قبل اسلام هم وجود داشت، ولی خب در حد خیلی محدودی بود به خاطر اینکه فقط در نقل انتقال تجاری و بعضی از واژه های کلیدی که بیشتر در برخی از مناطق به عنوان اسم بعضی از صنایع یا اشیاء استفاده می شد منتقل شد به کشورهایی که اون صنایع یا اون اشیاء رو ندارن. ولی در انتقال فرهنگ اسلامی واژه‌های بسیار زیادی که حامل مفاهیم و معانی دینی بود انتقال پیدا کرد و به همین صورت در زبان‌های مختلف
که جوار زبان عربی و تأثیرات روی گویش های زبان عربی هم با اختلاط عرب و عجم گذاشته شد. ولی الحمدلله زبان عربی چون زبان قرآن بود و قداست و حفاظت قرآن کریم رو الله متعال بر عهده گرفته بود، زبان فصیح عربی محفوظ موند. قواعد و دستور زبان عربی در سایه حمایت از زبان قرآن با دقیق ترین وجه در تاریخ ثبت و ضبط دستور زبان ها به ثبت رسید. یعنی هیچ زبانی با دقت و با وسعتی که زبان عربی قواعد و دستورش به ثبت و ضبط رسیده، هیچ زبانی از زبانهای کهن این نعمت رو خداوند بهشون نداده، به خاطر اینکه این زبان حفظ اون زبان، این زبان یعنی زبان عربی فصیح در واقع مقدمه یا اساس و پایه‌ای میتونه باشه برای حفظ قرآن کریم. برمیگردیم به تمرین اول که در ارتباط با درک مطلب هست، استيعاب. التدريب الاول، ضع علامات الصحيح وعلامات الخطا ثم صح الخطا. نشأت اللغه العربيه في جزيره العرب. صحيح، زبان عربی در جزیره عرب در واقع نشأت گرفت، چون کشورهای شام اون موقع زبانش زبان عربی نبود. به همین صورت مغرب. الثاني، نزل القرآن باللغة العربية الفصيحة. هذا صحيح، نزل القرآن باللغة العربية الفصيحة. اللغة العربية الفصيحة لغة القراءة والكتابة. درست هست، لهجه قراءة وكتابة باشون نمیشه. كان القرآن سببا في نشأة علوم اللغة العربية. صحيح، القرآن سبب لنشأة اللغة، علوم اللغة العربية. آخر جملة، النحو والصرف من العلوم الإسلامية. طبعا النحو والصرف ليس من العلوم الإسلامية، من العلوم العربية، أما العلوم الإسلامية التفسير الحديث الفقه وما شابه ذلك. التدريب الثاني، أجب باختصار عما يلي. ما اللغة المشتركة بين العرب؟ اللغة المشتركة اللغة الفصحى. اللغة الفصحى هي اللغة المشتركة. ما معنى إنا أنزلناه قرآنا عربيا؟ إن أنزلناه باللغة الفصحى، لغة لغة العرب، لغة التي يسمعها يفهمها جميع قبائل العرب. الثالث، ماذا أضاف القرآن إلى اللغة العربية؟ أضاف معاني جديدة وأساليب جديدة. أساليب القرآن أورد، أساليب جديدة بود ومعاني جديدة أورد، معاني ك در واقع جزء مفاهيم دين بشمار مياد. که در اگرچه کلمات قبل از این قبل از نزول قرآن وجود داشت، ولی مفاهیم و معانی که قرآن آورد معانی اضافی بود. مثلا وقتی که معنای نماز یا صلاتی که در عربی ما میگیم یا روزه یا صوم، این قبل از اسلام وجود داشت، ولی خب با این مفهوم و معنای اصطلاح در اصطلاح دینی، کفر، اسلام، تقوا، ایمان، خشیت، به همین صورت واژه‌های مختلف صوم، صلات، زکات، همه اینها اگرچه قبلا وجود داشت کلمات، ولی به صورت با معنای مفاهیم دینی شامل و جامع قرآن کریم به معرفی کرد برای مردم این کلمات رو. الرابع، ماذا اقرضت اللغه العربيه للغات الشعوب الاسلاميه؟ اقرضت لها الحروف والكلمات. حروف و کلمات، هم حروف رو داد و هم کلمات عربی رو داد. اگرچه خیلی از کشورها متاسفانه حروف عربی رو ول کردن، رها کردن، ولی هنوز در ایران ما الحمدلله و افغانستان حروف عربی وجود داره و با حروف عربی فارسی رو می‌نویسیم. ما اقترضت اللغات الاوروبیه من اللغات العربیه. الالفاظ العربیه، اقترضت اللغات الاوروبیه، زبان‌های اروپایی از زبان عربی الفاظ عربی رو گرفتند. نأتي لتمرين التالي. التمرين التالي، صل بين الكلمة وتعريفات تعريف المناسب. ببینید که تعریف مناسبی که برای کلمه وجود داره چی هست. الشعر، ما هو الشعر؟ الشعر هو الكلام الجميل. الكلام الجميل هو الشعر. اللغة العربية الفصيحة، اللغة العربية الفصيحة يتكلمها يعرفها جميع أهل البلاد، يعرفها جميع أهل بلاد، همه مناطق مختلف میدونن. اما لهجات هر منطقه مختص به خودش هست، لهجه مال قبایل و مختلف مناطق مختلف است، ولی لغه زبان عربی فصیح
برای همه مشترک هست. الفقه، الفقه علم تعرف به عبادات، علمی است که عبادات به وسیله اون شناخته میشه. اللهجه یتکلموها بعض اهل البلاد، بعض اهل البلاد، بعضی از مناطق واش سخن میگن لهجه رو، اما لغت العربی الفصیحه کل یتکلمون بها. العلوم اللغه، علوم اللغه مثل النحو والصرف والبلاغه. طيب التمرين الثاني، اكتب اسماء اربعه علوم تحت كل انواع عنوان. عندنا عنوانين، عنوان العلوم اللغه العربيه، العلوم الاسلاميه. علوم اللغه العربيه والعلوم الاسلاميه في الحقيقه مرتبطه ببعض، ان دو علوم بهم ديگه ارتباط دارن، از هم جدا نشدنی هستن، بخاطر اینکه علوم اللغه عربی به عنوان العلوم پایه برای زبان برای علوم اسلامی شناخته میشه. ولی خب اگر بخوایم اون بتون مفصل مستقل شاخهای علوم لغت عربی رو بگیم، میتونیم بگیم درش صرف هست، الصرف، النحو، البلاغه، الاصوات. اصوات همون صداها و آواها هست که در علم تجوید هم در علوم اسلامی خونده میشه، علاوه بر اینکه در علوم لغت عربی عنوان اصوات خونده میشه، در علوم اسلامی عنوان تجوید همون اصوات رو ما میخونیم. این دو اسم داره، در علوم اسلامی بهش میگیم تجوید و در علوم زبان عربی بهش میگیم الاصوات، علم الاصوات. العلوم الاسلاميه التفسير كالفقه الحديث السيره. طيب هذا التمرين التالي. التمرين التالي في الحقيقه متعلق بقواعد، جو بحث دستوري هست که نگاهی سری میندازیم، اگرچه من انشاءالله به طور مستقل دستور این بخش رو یک جای در یک درسی خدمتون انشاءالله مختصر خواهم آورد. ولی در اینجا براتون کانه و اخواتها آورد. کانه و اخواتها، کانه هم فعل هست و مجموعه ای هست که با کانه بهش میگن اخوات کانه، یعنی خواهران کانه، یعنی مثل کانه عمل میکنن. این بر فعل جمله اسمیه وارد میشن و جمله اسمیه درش قید ایجاد میکنن، قید زمانی ایجاد میکنن یا قید حالت پدید میارن. تأثیری که بر جمله دارن اینه که بخش اول جمله رو بر حالت اولیه میذارن، رها میکنن، یعنی مرفوع میمونه جمله اسمیه، و بخش دوم جمله اسمیه میشه خبر کان و اخواته هاست که میشه منصوب. کان فعل ماض ناقص، فعل ماضی ناقص هست. چرا میگیم ناقص؟ به خاطر اینکه صرفش تکمیل نیست، یعنی کل به طور مستقل استفاده نمیشه، با جمله به طور کمکی میاد و در تصریف هم تمام صیغه‌های صرفی رو به هم نمیتونه کاربرد نداره. يدخل على الجمله الاسميه، بر جمله اسمیه وارد میشه. فيرفع المبتدا، فی مبتدا رو مرفوع قرار میده که در واقع مبتدا اون اسم اول بوده که مرفوع بوده، و یسمى اسمها، و ینصب الخبر، خبر رو منصوب میکنه و یسمى خبرها. این خبر هم میشه خبر کانه. من اخواتها صار، لیس، اصبح، ول و ما زال. صار یعنی شد، لیس برای نفی میاد، اصبح باز معنای شد هست، ول یعنی مستمر موند، ادامه پیدا کرد، و ما زاله یعنی به همین صورت مانده. زله و ما زاله تقریبا معناشون به هم نزدیک است. اصبح و ساره هم معناشون شبیه هم هست. کانه معنا رو به ماضی منتقل میکنه نسبت خبر رو به مبتدا، و لیسه هم نسبت مبتدا و خبر رو نفی میکنه. دقت کنید جمله هایی که آورده. كان العرب قبائل متفرقه، جمله اصلا اینطوری بوده، العرب قبائل متفرقه، عرب قبائل مختلف بودن، جداگانه بودن. العرب مبتدا هست، قبائل متفرقه، قبائل متفرقه هستند، البته بدون کانه باشه هستند. این جمله بدون فعل کمکی کانه وجود نسبت بخش دوم بخش اول در حالت در وضعیت فعلی رو میرسونه. العرب و قبائل متفرقه، عرب قبائل متفرق هستند،
وجود رو در حال میرسونه، وجود مطلق رو. کانه که میارید منتقل میکنه این وجود رو به گذشته. کان العرب و قبائل، قبائلو میشه قبائله، به جای فتح زمه ای که قبلش فتحه میگیره که میشه منصوب، و بخش اول العرب میشه اسم کانه، و قبائله میشه خبرش که متفرقه هم که صفت قبائل هست. الثانی، ما زالت الاختلافات و بینها قلیلتن. ما زالت الاختلافات، ما زالت جمله اصلش اینطوری بوده، الاختلافات و بینها قلیلتن، اختلافات بینشون کم هست. اختلافات بینها قلیلتن، اختلافات مبتداست و قلیله خبرش هست. این جمله که بیانگر نسبت قلیل به اختلافات هست، وجودش در حال مستمر، اگر معنا پیدا کنه خصوصا اضافه کنیم که مازالت، یعنی این از گذشته بوده و الان هم ادامه داره، یعنی هنوز اختلافات بینش کم هست، یعنی از قبل بوده و هنوز هم ادامه داره، هنوز اختلافات بینش کم هست، بینشون کم هست. اگر کانه بیارید، کانت الاختلافات بینها قلیلتن، اختلافات بینشون کم بوده. اگر کانه بیارید، صارت اللغة العربية لغة مشتركة، لغة مشتركة، صارت اللغة العربية. جمله اینطوری بوده، اللغة العرف، اللغة الفصيحة لغة مشتركة، اللغة الفصيحة لغة مشتركة، مبتدا اللغة الفصيحة لغة مشتركة خبرش میشه. الان وقتی ساره وارد بشه شد، معنی شدن هست. لغ زبان فسی زبان مشترک شد، ساره یعنی مثل اسبه شد، معنی شدن هست. یا کانه، اگر کانه هم بیارید یعنی بود، باز هم مثل همون عمل کرده لفظی ساره کانه، همه این چند تا فعلی که داریم اینجا یک عملکرد مشترک دارن. الرابع، کان القرآن سببا فی نشأت علوم اللغت، کان القرآن سببا فی نشأت علوم اللغه. اصل جمله اینطوری بوده، القرآن سبب فی نشأت علوم اللغه، قرآن سبب است در نشأت گرفتن علوم لغت. این نسبت حال هست، سبب هست. اما وقتی که کانه بیاریم یعنی سبب بود، قرآن سببی بود برای نشأت گرفتن علوم لغت زبان. ول کثیر من اللغات الاسلامی مکتوبا بالخط العربی، هنوز خیلی از زبانهای اسلامی باز خط عربی نوشتارش باقی موند، هنوز تا به حال این زله معنی استمرار هست، هنوز هم خیلی از زبانهای اسلامی با خط عربی هست، یعنی از قبل شروع شده و تا به حال هم ادامه داره. مازال العربی و ناطقا بالعربیت الفصحى، هنوز هم انسان عرب با زبان فصح سخن میگه، نطق میکنه، باز هم بانه هنوز هم این کار رو میکنه، یعنی از قبل ادامه داشته بوده و الان هم ادامه داره. مازاله و ظله به معنای استمرار و دوام، از گذشته تا حال هست. السابع، لیست نتیجه المقابله جیده تن، لیست نتیجه المقابله، نتیجه مقابله خوب نیست، اگر لیست نباشه میگیم نیست. ولی وقتی لیسه آوردید، همین نسبت بخش دوم جمله به بخش اول، یعنی نسبت
مقابله یا مصاحبه به نتیجه منتقل میشه به گذشته. نتیجه مصاحبه خوب نبود، خوب نیست، نفیش میکنید، اما نتیجه المقابله جیدتون اینجا اثباتش میکنید. این فقط تأثیری که داره در نفی و اثبات جمله اسمیه هست. در جمله اسمیه اثبات بگی نتیجه المقابله جیدتون، نتیجه مصاحبه خوب هست. اگر خواستیم بگیم نیست، بگیم لیست نتیجه المقابله جیدتن، آخرش منصوب میشه و فتح میگیر. الثامن، اصبحت کتب العرب منتشرتن فی اروپا. جمله اصلش اینطوری بوده، کتب العرب منتشرتن فی اروپا، کتاب های عرب در اروپا منتشر هست، زیاد هست، پخش هست. هست به جای هست، اصبحت شد، شد کتاب های عرب در اروپا منتشر، یعنی منتشر شد، انتشار پیدا کرده، اصبحت شد. این تغییر و تحولی که به وسیله این افعال کان و اخواتها در جمله پدید میاد، یک تغییر و تحول معنوی هست و یک تغییر و تحول لفظی هست که در قالب قواعد و دستور زبان یا نحو ما اونها رو باید رعایت کنیم. بخش لفظی با بخش معنوی مرتبط هست، ظاهر لفظیش با ظاهر معنوی در واقع هم مسیر هست. هر معنای مبنا و یک ساختار لفظی داره که رعایت کردن قواعد و دستور زبان در واقع برای حفظ معانی و مفاهیم نحوی و دستوری هست. این تمرین رو یا این درس رو دست کان و اخواتها که بخش درس نحوی هست رو انشالله گفتم در ادامه دروسی که در این بخش از کتاب، یعنی در بخش هفتم انشالله خواهیم خوند، در قسمت آخر انشالله خدمتون مصدر مستقل در درس مستقلی انشالله خدمتون ارائه خواهم داد. با توجه به اینکه وقتمون شده، همه شما رو به الله متعال میسپارم و امیدوارم که با رجوع کردن به سایت علمی شبکه جهانی نور بتونید دروس رو دانلود کنید و با مراجعه دروس مطالب رو بیشتر در ذهن خودتون تثبیت کنید. همه شما رو به الله متعال میسپارم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.